با درود به شما سروران و مهربانان هممیهن. ایراندخت سیدالزاده هستم در خدمت شما نازنینان و استاد فرهیخته جناب آقای دکتر مازیار قویده. امروز 18 می ماه 2019 میلادی برابر با 28 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی، 3757 زرتشتی، 2728 مادی ایرانی، 2578 شاهنشاهی آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، 1388 یزدگردی که آخرین نشست یا ترم پای بهارمون هست. از این رو امیدوارم که بانو زرین نازنین بهمون مهرورزی بکنن و سرودای آغازین امروز رو برامون بخونن. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. سپاسگزارم. من از جناب مهرانم خواهش بکنم انگلیسی شو هم که خودشون برگردوندن بخونن، سپس من سخنم. جناب مهران بفرمید. باشه. چشم، یه لحظه اگه به من فرصت بدی. خواهش میکنم. In the name of creator of life and wisdom, wisdom the most precious in his kingdom. Wisdom is the best God ever gave, praise it through justice, being brave. Don't think this is a story or a lie. It transforms in time, but never die. Accept the parts you think are wise, the rest is a secret. Unveil it and rise. سپاسگزارم. دوستان بسیار شادمانم که دو دوره شاهنامه پژوهی رو با هم بودیم. با اینکه این شاهنامه خونی ساده نبود، راستش شاهنامه پژوهی بود، از شکیبایی و بردباری شما میشه گفت باید ستایش کرد. باید پیش از اینکه آغاز کنم کارو یادآور بشم که ما پژوهش رو ازمون گرفتن. 1400 سال پیش پژوهش ها رو از ما گرفتن. ما مردمی شدیم گفتمانی و نقلی، بدین گونه که کتابمون رو گرفتن سوزوندن. ما آنچه که در دست داریم سینه به سینه به ما رسیده، آن چیزی نیست که باید می داشتیم. ما برای اینکه مالیاتمون رو ببرن، مانند همین امروز که مردم بیچاره شدن، به گونه روز و روزگارمون دشوار شده بود که کتابامونو میدادیم بسوزونن. حالا بگذاریم که هم در مصر هم در اینجا بودن که گرمابه ها رو تا 6 ماه تون شد با سوختن کتاب ها گرم کردن. سعد ابن ابی وقاص پسرخاله محمد ابن عبدالله، هنگامی که میاد به دانشگاه جندشاوری که از اون انسانهای خونخوار، یعنی باور بیمناک انسان نامش بگار که بعد بیانان سپس گفتن امامزاده و شاهزاده، هم اکنون مردم در یه جایی از ایران میرن به نیایش به این آدم. این آدم بسیار آدم پلیدی بود، از اون دهتنی بود که پیامبرم همراهش بود، دهی اشعره، یه همچیشی یادم نیست واژه عربیش که اشعره، یه همچیشی، یه بار دیگه که یادم بیاد بهتون میگم. این از اونا بود. این هنگام که رسید به گندی شاپور، شاپور که شابوره، شاپور یک و دو داشتیم دیگه، گند یعنی جایی که گرد میان، یه انجمنی هست، یک چیزی مانند گان هم هست، بزرگ و اینها هم هست، معنی های دیگه هم میده که در لوری معنی دیگه هم میده. به گندی شاپور که رسید که تازیان نتونستن بگن، گفتن جندی شاپور. دید یه دریای کتاب، کتابخانه که نیست اونجا. تیسفون میرسه و سپس جندی شاپور و اینا، به تیسفون نخست میرسه سپس جندی شاپور. برای عمر که اون روز فرمان روایی میکرده مینویسه. شما یادتون نمیاد، شاید کسایی که
کاپیتان شاید بیاد چون بیاد و بانو. یه جشن در ایران بود به نام عمرکشون. بچه ها می اومدن یه چیز درست میکردن سیاهواره. میخوندن عمر عمرون امشب، سگ پدرون امشب و آتیش میزدن اینو. هیچ دشمنی بین سنی و شیعه و اینا نبودا. گمان کنم 9 رجب بود و این هنگامی بود که عمر به ایران یورش بود. یا هنگامی بود که کشتنش. یکی از این دو شبه. که کشتنش یا این که اینه. که حالا یه بارم داستانش رو شد تو همین سخنا بهتون میگم. و هر روی برای عمر نوشت که اینجا یک دریای کتابه. با اینها چه بکنیم؟ عمر برایش نوشت، در کتابای خودشون نوشته شده. که آنچه را که با اسلام سازگاری ندارد و با قرآن، که قرآن خودش یه داستانیه، تو چند سال اصلا قرآنی نبود و پراکنده بود و حتی خود آخوندم توی یوتیوب هست میگن که این قرآن کوتاه شده است. که داستانش رو یه بار توی نشست دیگه بهتون میگم، چون نشست دینی نداریم، یه بار اگه خواستید من زنگ بزنی براتون میگم. میگه اونایی که با کتاب قرآن و اسلام سازگاری نداره که بسوزید و بشورانید، چون چرم بوده میشستن. آنهایی هم که سازگاری دارد که ما قرآن داریم دیگه، کتاب فیزیک چیه، شیمی چیه، پزشکی چیه، قرآن دعا بخون ماره میره حالت خوب میشه. ما تا خودشون میام میام بیمارستانای اروپا. برای ما رو از پژوهش انداختیم و زبانمون هم داشت از بین میرفت. تا در یکی از پیروزی هایی که رادمان ماهک یا یعقوب لیث به دست آورد، اومدن یک سرود تازی براش نوشتن. شاید در کرمان بود، شاید در کرمان بود، یک سرود تازی براش نوشتن و اون گفتش که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفته شود. در اون هنگام محمد وسیب سگزی، سگزی یعنی سکایی سیستانی، اونجا بود، یه سرود براش نوشت، غزلی به فارسی. ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، خلاصه ای خوند و بنده و غلام و فلان اینا، اینو براش نوشت. کار بلندی، این نخستین کاریه که از سوی فرماندهی آمد. خب ما داریم دیگه رودکی رو داریم که ای آن که غمگنی و سزاواری و در نهان سرش همی باری، رفت آن که رفت، آمد آن که آمد، بود آن چه بود، خیره چه همهاری، چه غمخواری، هموار کرد خواهی گیتی را، گیتیست کی پذیرد همواری. و هر ساعت چیزیه، مستی مکن که نشنود اون مستی، سستی مکن که زاری مکن که نشنود اون زاری، خواهی به زاری، همش یادم نار، شو تا قیامت آیت زاری کن، کی رفته را به زاری بازاری. و همش پند و اندرز فرهنگی ایرانی. سپس این میاد چند صد سال میگذره و به استاد سخن میرسه. پیش از استاد سخن دقیقی آغاز میکنه، داستان گشتاس رو مینویسه. ما اگر اشتباه نکنم شکور بلخی هم یه مشت آغاز کرد که چیزی ازش به دست نیامد. و هنگامی که کارهای دقیقی کارش رو نوشت، کشتنش، چون داشت آیین زرتشتی رو زنده میکرد. این که نمیدونم هم جنس باز بود و از این چیزا، این همه شوخیه، کشتنش. تنها چیزی که شاهنامه اومده میگه جوانیش را خوی بد با او یار بود، ابا با بدی او به پیکار بود. یعنی این آدم تندخوی بوده، ما خشمگین میشیم، عصبانی میشیم، اینجوری بوده، چون این آرمان خودشو داشته، آدمی که تکون نمیخورده. چه بسا من و شما هم اینجوری باشیم. سپس به فردوسی رسید و اینجا اینه که ما در زمینه پژوهش از میدان به در شدیم تا رسید به دوران مشروطه. دوره مشروطه، جنبش مشروطه آغاز کردن آخونزاده و آخان گرمایی و دولت آبادی و اینها آغاز کردن. یک اندکی در پیوند با باکو، در پیوند با بیروت و با ترکیه آغاز شد و ترکیه پیش قراول یه چیزی مشروط مانند میخواست میشد که ایران برنده شد و اون زودتر اومد بالا ایران. پس ما آغاز کردیم به خود آمدن. به خود آمدن به گونه ای بود که سر آخوندا کلاه گذاشتن، یعنی آقای طباطبایی بود و آخوندی به نام طباطبایی بود، اون یکی رو یادم نمیاد، دوستان اگه یادشونه بیاد بگه، که اون گفتش که کلاه سر اینا گذاشتن. یعنی چند تن آدمی که بهشون گفتم منور الفکر، نور داره فکرشون، که نه منورش ایرونه، اینا فکره یا روشن اندیشه، اینها اومدن چند تن بودن با هم ساختن آخوندار کردن تو قوطی.
به گونه‌ای که اخوندا اومدن گفتن ما طباطبایی اون یکی خودی چه یادم نمیاد، ما سرکه انداختیم شراب شد. خب این زمینش فراهم اومد تا رضا شاه اومد. رضا شاه بزرگ که اومد، مسکوب میگه، مسکوب که توده‌ای بود و مسئول استان اصفهان بود، سپس آمد و کنار زد و به فرهنگ ایرانی روی آورد، کارهای بسیار ارزنده و فلسفی نوشتن این زمینه و گفت این شاه مسکوب گفت رضا شاه فرزند خلف انقلاب است. سه آرمان مشروطیت داشت، آرمان های مشروطه: امنیت، آبادی و مدرنیته، آزادی سیاسی. این مرد دو از سه رو برآورده کرد، دو از سه رو برآورده کرد و پرونده بسیار بسیار روشن و مثبتی داره. این کسی میگه که یک روز شاید به خون رضا شاه تشنه بودن. شاید البته توده یای آغازین که از 1316 نمنمک در زندان بودن و 53 به اضافه 1 و 53 هم دو تا ارانی اینا بودن و اینا نمیدونم همین آقا بزرگ چیز بزرگ علوی و اینها بودن، ها داستانش بمانه. اینا اومدن پس از رفتن رضا شاه حزب توده رو درست کردن. اینها باز میهن پرستشون بود که یه نمونه های نسل پس از اونها همین زیاوش کسایی که با اینکه توده ای مرد و خودش در فیلم های یوتیوب بگردید پیام میده به چیز با شجریان پیام میده، یا شجریان به شجریان میگه پیام بده که این روزا این کمونیست‌ها دروغ میگن، سر ما کلا میذارن، هممون رو بیچاره میکنن. همون هم هست که دیدید پیشبری که نوکرشون بود به ترکی بهش گفتن اونی که بهت گفته بمون، حالا بهت بگه برو، رفت و زیر ماشین کردن کشتنش. خب اونها باز از این پس از اونها نسل پس از اونها بهتر بود. همین سیاوش کسری آرش کمالگیر رو نوشت. این آغاز شده بود به پژوهش که ما برخوردیم به دهه 60 میلادی. دهه 60 میلادی جنبش های کمونیستی را افتاده بود از امریکای لاتین. نمیدونم این چه گوارا اومده بود که خودش یه قاتل بزرگی، اگرچه میگفت من آزادی خواهم، اینا انسان های بزرگ بزرگی کشت. و من در جایی که خوندم هنگامی که گرفتنش به زاری افتاد که منو نکشید. حالا نمیدونم این درست یا نه، یادم نیست، یه جایی خوندم، کتاب نمیتونم سند بدم. بر اینها اومدند و کشور کوبا رو که دیدید که همه این کمونیست ها هیچ کدوم در هیچ کشور کمونیستی نرفتن، همه تو از کشورهای بیشتر پادشاهی آمدن. کمونیست ها بیشتر کشورهای پادشاهی هن، ملی ها و سرمایه دارا تو کشورهای جمهوری و امریکا و اینها رفتن. بله، پس ما در زمینه پژوهش بسیار جوانیم و بسیار ضعیف و ناتوانیم هنوز. همه این کارهایی که برای نمونه من توی چند دهه دارم میکنم پرکاهی نیست در برابر شاهنامه. شما میاد بهترش میکنید، آیندگان میان بهتر از شما میکنن و فرزندان شما و ما میکنن. یک کار کوتاه من دارم، میگه فردائیان دیروز، فردائیان یعنی ما، فردائیان دیروز امروزیان و مایی، فردائیان دیروز امروزیان مایی، دیروزیان فردا با اندوهی من عالی. اونا میگفتن میان کشور رو درست میکنن، دیدیم که نسل از ما بزرگتر اومد ویران کرد، اینک ما میخوایم چیکار کنیم؟ به هم رشک ببریم، حسودی بکنیم، برای یه مشت پول که میخوان بهمون بدن همه چی رو بفروشیم؟ یادمون بده زن و زور و قدرت ما رو بگیره، چیکار میکنیم؟ فردایان دیروز امروزیان و مایی، دیروزیان فردا با اندوهی من عالی، دیروز در پسین است، فردای در کمین است، یاران گواه ما را گهواره زمین است، هشدار دلیران، هشدار. ببینید این هنگامی هشدار، امروز ما چیکار کنیم؟ باور بکنید اگر ما حق حساب میگرفتیم، باج میگرفتیم، نمیدونم خودمون رو میفروختیم به درآمدهای بالا، منی که 60 چند سالمه، خب امروز که همش خورده بودم یه به پایان رسیده بود، چی برام مونده بود؟ آیا من و شما اگه ماشینمون یه مدل بالاتر بشه ما رو یه جوری دیگه میرسونه به اونجایی که باید بریم؟ همچی چیزی نیست. آیا این رخت من چون مارک نداره به درد نمیخوره؟ من میرم برای نمونه من اینو میخرم 180 دلار آمریکا، یک ششم سوئدی، یک پنجم سوئدی، یک چهارم سوئدی، ولی من برم اینو بخرم برای نمونه 10,000 دلار که چی بشه؟ که من دگرگون میشم، که شما دگرگون میشید.
آیا ما جایی داره که برای یک پشیزی پول یا نام بریم خودمون رو یک کاری بکنیم که یک همه چی رو به هم بریزیم، همه دوستی ها رو به هم بریزیم که چی بشه؟ اگه پژوهش کنیم این کار نمیشه. سخنرانی بانو برای بنیاد سامان دادن در استکهلم، من میرم بانو گمان کنم روز نهم باشه، نهم ماه جون در استکهلم گفتگو کردیم امروز با بانو که یه دوست دیگه هم دیروز گفتگو میکردیم، دوست دیگه هم انسان شناس، ایشون هم بیا گفتگو کردن کنن. ایشون امروز پیشنهاد کرد که یک روانکاو یا روانپزشک هم بیاد گفتگو کنه. سخن رو من آغاز میکنم به نام پیشینه تنش و آشوب زدایی، تنش و آشوب زدایی در فرهنگ ایرانی، در فرهنگ سرزمین های ایرانی. من نمونه های تاریخی میارم از شاهنامه و تاریخ ایران، سپس اون روانپزشک و انسانشناس در این باره گفتگو میکنه. بارو امیدوارم بتونن این فیلم ها رو انبار کنن، ضبط میکنن و در دسترس بگذارن. ما دشواری داریم امروز. بانو امروز من میگفت چرا ما کنفلیکت هانترینگ نداریم. سوئدیا میگن تنش زدایی، یعنی چجوری بحران، چجوری یک بحران و یه تنش رو. استاد و سرور ارجمند آقای دکتر کیانزاد بسیار خوش آمدید. درود بر دوستان گرامی و بسیار خوش آمدید. کوچکتر نوازی کردید دوستان. خواهش میکنم. امروز بانو از من میپرسید که چرا سوئد بین حزب‌های سیاسیشون درگیری پیش نمیاد. اینها یک واژه‌ای دارن به نام کانفلیکت هانترینگ. گمان می‌کنم آلمانی‌ها میدونن، آقای دکتر میدونن، یعنی چگونه بحران رو کنار میزنن. که همین موضوع سخنرانی من شد در استکهلم، که ما چگونه این بحران‌ها رو پشت سر می‌ذاریم. ما اگر به فرهنگمون بگذاریم، بپردازیم، اگر بر پایه فرهنگ پیش بریم بسیار خوبه. گفتگوی در پاریس که بودیم می‌خواستن با من بکنن، آغاز کردن با استاد ارجمند جناب دکتر پاکشاد و جناب دکتر آوار. جوانی که خواست به من گفته او کنه، گفتم دوست من خواهش میکنم بزرگتر از من اینجا نشسته آقای دکتر کیانزا، نخست با ایشون گفته او کنید. سپس سراغم اومد گفت اینک آقای دکتر آوار از من بزرگتر. ببینید این چیزهای خوبیه که ما با ریش سفیدی و گیش سفیدی درست میکرد. پژوهشگران گرامی، دوستان ارجمندم، نگاه کنید، همه جهان میگن پلیس، میگن پلیس. پلیس به یونانی یعنی شهر، واژه بارداری نیست. برای همینه که میگن آکروپولیس، شهری که بلنده، متروپولیس شهری که دوره، پرسپولیس شهری که مال پارساست. ما به جای این پلیس کلانتر داریم و کلانتری، کلان بزرگ. اگر ما بیایم این کارو بکنیم، هم بزرگترمون بار بر دوش میگیره که من دیگه اینا همه فرزندانم، قویدل و شهرام و ایراندخت و هوشنگ و نمیدونم مهران و ایران و اینها همه فرزندان منن، اینها خواهر برادرای منن. پس بار به دوش میگیره. هنگامی که بار به دوش میگیره، داستان چگونه دیگه میشه. فرهنگ ایرانی اینها رو میآموزه و شاهنامه اینو. من تا برنامه گذشتهشون دمام کردم آقای دکتر کیانزادم تشبیارن گفت فرموده بودن و افتخار دادن. در برنامه‌های پیشین ما آمدیم به اونجا رسیدیم که فرزندان فریدون براشون خواستگاری شد. فریدون خواسته بود که 3 دختر پیدا کنن، همال، هم اندازه، همه زیبا، نتونن بگیرن که بزرگتره کدوم کوچکتره، همه خردمند، از یک خانواده خردمند بود. جندل فرستادی فریدون میشه. هرچی در ایران زمین و میان دهقانان نیست، میگرده همچی دختری نمیابه، همچی دخترانی نمیابه، و میگه اینا نامزد نکرده باشه، پسران خودش هم نامزد نکرده. ببینید چگونه نگاه میکنه شاهنامه. یعنی اگر بخوای بری نگاه کنی، پژوهشش رو بکن. یادتون میاد در نخستین نشست گفتیم به فرمان شاه به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، پایین اومد گفتش که جوینده راه باش، اگر نمیدونی بپذیر، با این روی به فرمانها ژرف کردن نگاه، هر فرمانی نپذیر، ژرف نگاهش کن. یعنی همواره در پادشاهی و در فرهنگ ایرانی مشروط هست. ما مشروطه رو از گذشته داشتیم. خب این فرزندان رو میخواست عروس بکنه و داماد بکنه و اینها، عروس با الف ایرانی، عروس فرستاد به دنبالشون و
به دنبال عروس براشون که اینها سه تا همسر داشته باشن. پیدا نکردن و جمدل شنید که در یمن سر پادشاه یمن سه دختر داره. رفت اونجا به خواستگاری، گفت من نماینده فریدونم و یمن در زیر دست ایران بود. یمن شمشیرهاشون از اون کشورهایی بود که ما بهشون سبس گفتیم عرب و عرب زبان، شمشیرهایی که ایرانی ها میکشن میدن دست شمشیر، دست شیر خنجره، اون خنجره. شمشیر صاف مال ما نیست، مال اروپایی هست و مال این هست. شمشیری که ما به کار بردیم تیغ هندی، همینه، همین تیغ هندی. سیک های هندی اگر بذارید توی یوتیوب ببینید. به هر حال رفت اونجا و اون نمیخواست دختر رو بده، با بزرگان گفتگو کرد، اون گفت یه شرطی دشوار بذار و این گفت نمیشه و اینجوری سرطان نداره سخن شما، نه سر داشت نه بون سخنشون، که این خودش نشون میده واژه هایی که ما هزار خورده سال پیش به کار میبردیم امروز هم به کار میبریم، چون زبان گسترده است، توانایی زبان بسیاره و این الفبایی که باش مینویسیم از دیدگاه من توان نوشتن زبان ما رو نداره، ناتوانه. بهرو اینا رو در گذشته ها گفتیم. آمدن و اینها نمیخواست بده و ناچار شد که پسران اینا رو بیاد ببینن و پسندیدن و سر پادشاه یمن میخواست با جادوگری اینا رو از میان ببره که اینها دختراشو نبرن، چون دختراشو دوست داشت، نمیخواست ازش دور بشه. خب سپس پذیرفت و دخترها رو روانه کرد و فریدون هم آمد با رایزنی هایی که کرد، رخت اژدها پوشید، مانند همین امروز که اژدها از دهنش دود در میاد و آتش، اینا اومد برای نمونه آتش از دهان رو بیرون آورد که امروز هم این شعبده بازها افسونگرا پارافین میریزن تو دهن، آتش میزنن میاد بیرون، یا هر چیز دیگه میریزن تو دهنشون. آمد آزمایش کرد، پسر نخستش سرم که سپس نامگذاری شد سرم، چون ما سه گونه نامگذاری داشتیم که بهتون گفتم در گذشته ایران، این سرم فرار کرد، گفت آدم با اژدها نمی‌جنگه، انسان دانا. فرزند دوم که تور باشه، دو یا دویم، تیری انداخت و در رفت. فرزند سوم ایرج بود. ایر و ایرج و ایران یکیه، تور و تورج و توران هم یکیه. این شمشیر کشید و اومد به گفتگو نشست، گفت شما اگرچه سوسماری یا نهنگی، نهنگ به چم سوسمارم هست، اگر تو سوسماری، تو فریدون، فرزندان فریدون رو نمیشناسی، به جنگ شیران نیا، چون شیر و پلنگ سوسمار رو میگیره شکار میکنه، تو نهنگی به جنگ شیران نیاد و ما فرزندان فریدونیم، تو باید بدونی ما کی هستیم، از ما دور شو، اگر نه از میانت میبریم. خب فریدون اینو که شنید رفت، خب بزرگان هم اونجا بودن، دانستن که این سه فرزند در کجای کار هستن، خب اون بزرگتره تاج برتر میتونه باشه، میانم به گونه ای. سپس نامگذاری کرد، گفت که تنبال سلامت و تندرستی بودی، تو سلمی، سلم واژه فارسی هم هست، تو سلم نامتو میگذاریم که جستی یا جستی یا جستی، هر دو، چون تندرستی جستی یا برای تندرستی جستی، که این جستی اینجا ما خوندمش که جستی سلامت کام نهنگ. برادر دو هم که دلیری کرد، این شیر دلیر بود، خودش بهش بگیم تور، در اون بار یادم نیومده بود بگم انگور توره، بگم انگور وحشی و که یه خود ترشه بهش میگن انگور توره، که اینو روباه میخوره، که شیر دلیر رو در اینجا اومده و سپس روباه رو میگن توره. اونایی هم که میگن ما تورانی هستیم اینجوری میکنن، میگن ما گرگین، نخیر، تور یعنی شیر دلیر و روباه، به چمه اون نیست، تازه تورانم آن تور، ایران آن ایره، این داستان هست. بروی اینها رو نامگذاری میکنه، تا اینها رو، تا اینجا رو من گفتم و کنون ایرج هم در خور نام اوی، همه مهتری باد فرجام اوی. ایرج از ایر میاد، ایر آزاده، کسی که آزاده است یا شریف به امروز میگیم، تواناست و میتونه مدیریت بکنه. برای همینه که بخش میانی کشور که مرکز کشوره به اون میده. خب اینک آغاز میکنیم دنبالی داستانو که میگم در چه چاپایی نیومده. به نام پری، اونا رو نامگذاری کرد، اینک میاد به نام پریچهرگان عرب. تنها یادتون باشه این میگه پریچهرگان عرب دخترای سرب و اینا دشت نیزه‌وران بودن، بهشون عرب هم میگفتن. چرا؟ چون از فرهنگ افریقایی بخش عربی برخوردار بودن، که در دنباله میبینید که میگه که چون من تخمم نشد پسر بدبخ شدم. در فرهنگ ایرانی میبینی که فردوسی میگه پسر و دختر توفیر نمی کنه، باید
درست کار باشن، چه ماده چه نه، و از پسری دختری با مادگی و نرینه کار با نام میبره. برتری نیست، مرد بودن برتری نیست. و من بارها گفتم بر برداشت من آنچه که داشتم که گمان میکنم تا امروز درسته، شاید یه روز به پی ببرم اشتباهه، زن در کلیت، نه همه زنها، زن در کلیت و در خودش در فرهنگ ایرانی جایگاه برتری داره، که گفتم اینا رو در نشسته که خود زندگی از زن میاد و مرد از مرگ میاد، مره تا مردن. سپس میاد نامگذاری میکنه دخترانه به نام پریچهرگان عرب، کنون برگشایم به شادی دو لب. داره به اونا میگه، یاد آمدن جنیدی نوشته به نام پریچهرگان روز و شب، کنون برگشایم به شادی دو لب، که اونو نخستین رو من بیشتر میپسندم. زن سر را کرد نام آرزوی، که دختر ما هم نامش آرزویه. زن تور را نام آزاد خویه، که مطلق و جورمول و جنیدی میگن که زن تور را ماه آزاد خوی یا ماه آزاد خوی، که زیر و زبر نه. موسکو هم که خودش آسوده کرده، این دوتا رو هیچ نیورده، که بارها هم بهتون گفتم چاپ موسکو با اینکه کوشش شده، برای من، برای خودم اگه بخوام نگاه کنم، با اینکه دارم و نگاهش میکنم، از اون توانایی چاپای دیگه برخوردار نیست، چون بچه کمونیست اینو دنبالش بودن. من گمان میکنم یک جاهای از روی دستی دستی چیزایی رو انداخته. زن سلم را کرد نام آرزو، زن تور را نام آزاده خوی، زن ایرج پاک خو را سهی، همون سرو سهی بلند بالا، کجا کجا که کجا بود سهیلش به خوبی رهی. ستاره سهیل هم میخواید اگه بخواید بتونم بگم که چی هست. ستاره سهیل ستاره کمپیداییه که درخشانترین ستاره فلکی ما هم هست. مطلق میگه به جای پاکو میگه زن ایرج نیک پی را سهی، کجا بود به خوبی سهیلش رهی، یعنی راهنما و راهاننده. جور باز میگه نیک پی را سهی جور مولم، به همین مسکان که آسودی کرده هیچ کدومو نیاورده. خب پس اینم نامگذاری میکنه. پس ببینید دادگری چگونه است. اگر میاد به فرهنگ میپردازه، فرزندهای خودش رو نامزد به دو گونه، چون اینا میگه نامزد که نامش زده شده بر پایه همسرش، چه شوهر چه مرد. یادتون باشه این واژه همسر رو من تا امروز پیدا نکردم کشور دیگه داشته باشه، که زن و شوهر همسرن، همسنگن، همالن در هیچ جای. پس اینها ارزش‌های فرهنگی ایرانیه که ما میتونیم چون پرباره افتخار کنیم، چون مال ماست. اگه مال ما هم نبود باید بهش افتخار کرد. خب اینا رو که نامگذاری کرد، گفت پس اینا رو که میکنیم اینا هم میکنیم. خب اینها نامهای گذشتنشون رو دارن، این هم نامی که بهشون میدن. سپس پس از اختر گرد گردان سپر، ببینید اختر ستارگان و کهکشانی، ببینید چی میگه گرد گردان سپر، گردی که در گردانن در سپر. این سخن دست کم مال 1100 سال پیشه، باوری که داشته گالیله بدبخت اومد در 500 سال 400 سال پیش بگه زمین گرده، این ستاره ها میچرخند، پسن بخوشنش دیگه، گفت بابا اشتباه کرده. ببینید این در فرهنگ چه جایی داره. پس از اختر گرد گردان سپر که اختر شناسان نمودن، چه یعنی نمایانش کردن، چهرهشون نمایان کردن. مسکو اینو نیاورده، دنبالش نگردید. نوشته بیاورد و بنهاد پیش، یا به گفتی مطلق نوشته، نوشته و نوشته یکیه. به و و در زبان پارسی جا به جا میشید، میگم بر من ور من، این ور اون ور، این ور اون ور، اینو داریم ما در زبان پارسی. نوشته یا نوشته بیاورد و بنهاد پیش، پیش یعنی روبرو، کنار نه، پیش یعنی پیش رو، پس داریم و پیش، نزد میتونه همه جا باشه. نوشته بیاورد و بنها پیش، بدید اختر نامداران خیش، باور به ستارشناسی و این اخترشناسی بوده در ایران. اینو باز در مسکو دنبالش نکرد. به سلمن در اون جو زختر نشان، ز اختر از اختر نشان. خب رفت پسر بزرگتر رو دنبالش کرد. نبودش مگر مشتری با کمان، که اینو امروز هم میدونیم که از ماهاست. مطلق میگه که ستاره زحل بود و طالع کمان، جولمون میگه بود
و بسکو هم که نیاورده مشتری. مشتری در زمان فارسی ما بهش هرمز میگیم، ارمز میگیم، عرب برجیس میگه و مشتری هم برجیس هم شاید ایرانی هم ما بگیم. مشتری عربیه، زابش هم که اروپایی ها میگن. این میدونید که این ستاره پنجمی ستاره از نزدیکی خورشیده، بسیار بزرگه، قول پیکر ما میگیم، گاز دورشه. اینو که خواستم اینم یادآوری بگم که این از کنار خورشید که میگن پنجم میشه. خب دیگر طالع طور فرخنده دید، خداوند خورشید سعد و دلیر. پس اونم شم فال اون را هم نگاه کرد. مطلق و جنویدی میگن خداوند بهرام بر خوندلیر، بهرام بر خوندلیر، خداوند بر، یه ویرگول هم گذاشته تو جنویدی، اونایی که جنویدی مسکو هم که آسوده کرده هیچ نیورده. جلمول میدونم دارید، میگه بخش دوم میگه خداوند خورشید سعد، خداوند خورشید سعد دلیر. خب پس اینم نگاه کردید، بدک نیست. چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه، فرخ اون کسی که رخش فر داره، انسانی که خوبه، مثلا فرخ لقا، لقاش عربیه، فرخش ایرانیه، فرخ چهره، کسی که چهره فر، چون ما منوچهر داریم، دو چم داره، یکی منوچهر چهرش مازند منه، یکی این که نه مینوچهره، مانند چهره بهشتی داره. این فرخ هم آن چیزی که از چهرش فر نمایانه. که این واژه ها رو هنگامی که گفتم باز کنیم، امیدوارم یه عمری بمونه. من واژه های شاهنامه رو مانند همون کاری که رو راز و رمز های شاهنامه کردم باز کنم، کار نشده رو شاهنامه. چو کرد اختر فرخی رج نگاه، کشفتی طالع خداوند ماه. مطلق میگه حمل دید طالع خداوند ماه. جلمون میگه کشف طالع آمد خداوند ماه. اینو درباره ستاره شد یه بار درباره اینها باید گفته بکنم، جاش اینجا نیست. از اختر به دینان نشانی نمود، که آشوب شد جنگ بایست بود. پس دونست که اینها نشون داد که اینا آشوب و جنگ داره، چون اون با کمان و با اون بایی هست، اینا جنگه، اینا سخن جنگی درش هست. خب اینها در نوشته های برای دموجه از اختر به دیشان افته، به اینا هست، به دیشان هم هست، که آشوب پیکار بایست بود، یه همچین نوشته هایی هست. جلمول هم به دینسان و سوا نوشته و به جای بدینسان آورده. مسکو هم آسوده کرده نیاورده. ببینید چند سرود رو نیاورده. اینی که من زیاد دلم به مسکو نمیره نگاه میکنید، چند سرود دیگر هم که دارم میخونن مسکو نیاورده. شدن دوهگین شاه چون آن بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. خب هنگامی که مال ایرج رو دید، اندوهگین شد، دید که این روزگارش جنگ و آشوبه. شدن دوهگین شاه چون آن بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. باد سرد برکشیدن و اینا همون آهیه که امروز میگیم، میگیم آه کشید. و گاهی هم میگه باد سرد به کسی نزده، یعنی یک کاری نکرده که اون بخواد یه آه بکشه، همواره در ناز بزرگش کرده. مطلق هم اینو نیاورده، نه مطلق نه مسکو. به ایرج بر آشفته دیده، به ایرج بر آشفته دیدش سپر، این گردش روزگار رو بر ایرج آشفته دیده، نبود سازگاریش با او ببر، این سپر با او سازگاری نداره. ما همین باور امروز هم داریم. البته من خودم باور به بخت ندارم، خوشبخت و بدبخت نمیگم، من خوشبیاری و بدبیاری میگم که میاد پیش میاد. و یه واژه دیگه هم هست، حالا یادم رفت، باز دوباره بهتون میگم، من سرنوشتم باور نگردم، سرگذشت باور دارم، چون برای ما از سر چیزی ننوشتن، من باور ندارم، من به سرگذشت باور دارم که خود ما مینویسیم رقمش بزنیم. خب به ایرج برآشفته دیدش سپهر، نبود سازگاریش با او مهر، به اندیشه پور روشن روان، نبود جز به اندیشه بد گمان. این پس این بدگمان نیست، بد یه ویرگول بنش داره، یه خاموشی داره. پس اینو دید، اینک میخواد کشور رو بخش کنه. من این آخرین بخشی که در این ترم میخونم که دیگه بماند اون رشک بردن، که در اون سخنرانی درباره رشک خواهم گفت و یک گفتگویی هم شاید پر کنم با جناب شهرام یا با جان بانو ایراندخت بذارم درباره این رشک بردن، که چه دردیه، چه دواییه که این کلانتری رو ما
پیروی نمی کنیم، از کلانترانمون ارزش گذاری نمی کنیم و پاسداری نمی کنیم و رشک می بریم به خودمون، به دیگران، و می خواهیم نام خودمون رو بزرگ کنیم. باور کنید من از فرهنگ ایرانی آموختم که کسی که می خواد نامش گنده کنه اتفاقا نامش گنده نمی شه. کسی که دنبال نامور شدن نیست نامور می شه، چون میره میشینه کار میکنه نامش در بیاد. میشه رانندگی میکنه، برای نمونه میشه راننده خوب قهرمان رانی میره، مانند این پهلوان ما مربی میشه، آموزش میده به دیگران، نامور میشه در پاریس و فرانسه و قهرمان اروپا میشه. همین پهلوانی که اینجا نشسته، که در نشست پاریس هم بسیار بسیار از جان گذشتگی کردن، چون دیگه از خانواده گذشتگی گذشته. خب بحث کردن فریدون رو نگاه میکنیم، کشور رو بین فرزندان. پس یادتون باشه که فرزندا رو آموزه آزمایش کرد. در آینده هم که میخونیم در ترم آینده، در سمستر آینده، سه ماه آینده، میبینیم که به بچه‌هاش میگه من رایزنی کردم این بخش کردن و خودم تنها نبودم. اینو من پیش پیش گفتم که بدانید. بخش کردن فریدون جهان را بر پسران، چو شاه این چنین دید کردار چرخ، که از او ایرجش را نبود ایچ. و این هیچ و هیچ یکی، هنوز افغانا هست و میگن است، هیچ هم میگن هیچ. در شاهنامه اومده بخر، برخ که همین مخونم، این بخر یعنی بهره، بحر. نهفته چو بیرون کشید از نهان، یعنی ستاره شناسی رو دید، آنچه که نهفته بود برایش آشکار شد، به سه پخش کرد آفریدون جهان. بخش کرد سه جهان، آفریدون، آناهیتا، آرداویرا. اینا همه یه الف داشتن، یک الف های توی نام بوده، مانند آناهید شده ناهید، آفریدون شده فریدون، دشواری نیست، کوتاه شده. امرداد از سواس، مرداد نام از مرتا میاد، مرتای اوستایی به چم مرد، ا منفی میکنه. اگر سرشناسی استاد بهار رو نگاه کنید میگه این اوستا اپستاس، پستا یعنی پوشیده نهان، اپستا به چمه نپوشیده آشکار. پس این ان، پس انگامی که میرسیم به امرداد، این ا افتاده. چون شنیدم در مجلس آخونده پرسیدن، یه آخونده دیگه هم پاسخ داد، یکی از اون مجلسی هایی که سوادش رو اندازه کنه، گفته آناهید چرا شده ناهید، پس امرداد هم شده ما. نه، این دوتا واژه سواست. ا نه، مانند اینه که بگید نکش، نه رو بردارید، بگید کش، ولی بس بکشش. این نمیتونه اینجوری باشه. چون شاهنتون اینگید که داره چر، که از او ایرهش را نبود ایچ برخ، نهفته چو بیرون کشید از نهان، به سه بخش کرد آفریدون جهان. یعنی این بخش کردنش هم بر پایه این نهفته است، چون ایرج رو در دید، گفتم دست خودم هم باشه، ضمناً اون آزمایشی هم که با اژدها کرده بود تواناییش فراوانه. یکی روم و خاور، دیگر ترک و چین. سیوم یا سوم مسکو آورده، میگه سیوم، اون بالا یار نیورده، سیوم دشت گردان ایران زمین، که ما ایرانی هم میگیم سیوم، یکم دویوم سیوم چهار. خب پس روم و خاور رو داد به سلم. این سلم رو باش بر بخونیم ببینیم آدم رشکبریه و مردم رو بر میانگیزه، تحریک کننده است. استاد کیانزاد، شگفت انگیزه که این روم و خاور همین اروپاست و دقیقاً همون کار سلم رو دارن میکنن، هی تحریک میکنن این کشور آسیا و خاورمیانه رو میندازن به جون هم دیگه. یکی روم و خاور، دیگر ترک و چین. ترک و چین، پس توران سپس نام گرفت، کشورهای ترک نشین و چینی نشین رو داد به تور، نامشون شد توران، آن تور. سیام دشت گردان ایران زمین. خب نخستین به سلمندرون بنگرید، همه روم و خاور مرو را گزید. مسکو برده سزید، مطلقا میگه همین روم و خاور برو رسید، اون رو روم و خاور سزای اون دید. اگر سزا بخونیم برای اینه که سزاوار اون دید که یه خود مرکز دور باشه، چون دیدن هم ترسو اگر ایران بخواد پاشه بشه این در بره در برابر دشمن و اژدها، نباید در رفت که، پس برو دور باش که اگر رفت روم از دست بدید، نه پای تخت. بفرمود تا لشکری برکشید، گرازان یعنی خرامان، بسیار خوب، گراز آروم که میره، بهترین راه رفتن جهان و گاو داره، سپس شیر. گرازان یعنی نرم نرمان سوی خاور اندر کشید. ما خاور داریم و باختر که امروز به کار میرمیم. این راستش این خاور از خوروران میاد،
خوروران و خراسان. خاور یعنی همون چیز غرب میگیم، خوروران و خراسان. خراسان اون چیزی که سر میزنه، خور همون مشرقه که خراسان میگیم، چون در دست راست ایران و خراسان بزرگ یعنی چی؟ همون که امروز بهش میگیم مشرق، مشرق این سرزمین های ایرانی خراسان. خوروران اونجایی که ور میره پایین، که این خاور از اون خورور اومده، که من دیدم در تهران جایی که باید برن مشهد نوشته بودن ترمینال خاوران، در اونش مشرق، در حالی که برای خاوران جایی که باید بره همدان کرماشا. بفرمود تا لشکری برکشید، پس فرمان داد که فرمان لشکری برکشن، گرازان سوی خاوران در کشید، راهشو کشید و رفت که بره اونجا، یعنی برنامه‌ریزی نکرد. به تخت کیان اندر آورد پای، همه خواندندیش خاور خدای. این خدای رو از آغاز شاهنامه خوانی من یادآور شدم. خدای به چم شاهه. راستش در خیلی گذشته ها ما خدا رو پروردگار آنچنان نمی بینیم. به باور من، به برداشت خود من، بارشم بردوش می گیرم، چه بسا اشتباه هم بکنم یه روز پی برم. فردوسی انگامی که دید خلیفه‌گری داره جای پادشاهی رو میگیره، خدایی که به چم شاه بود به جای پروردگار به کارش بود. اگر نه اینجا میبینید خاور خدای به چم شاه خاور. خب یا اینکه ما خدای نامه داشتیم، شما شاهنامه، پس شاه خدا یکیه، شاه خدا. به تخت کیان اندر آورد پای، همه خواندندیش خاور خدای. دیگر تور را داد توران زمین، آن زمین تور رو داد به توران که بالاتر گفته، همکنون هم میگه ورا کرد سالار ترکان و چین. پس توران زمین هم جایی که ترکان و چین شد مال این شد، پس نامش شد توران، آن تور. این از اون راز و رمزهای شاهنامه است که من پیدا کردم، یا ایران شد آن ایرج. امیر کبیر اوورده توران و چین، من درست نمیدونمش، برگزیده است اینا مطلق و مسکو و سیدی و اینا اومدن همون ترکان و چینو گفتن. من بنداری رو باید نگاه کنم، بنداری عربیست، باید برم نگاش کنم. پس اینم یکی لشکری نامزد کرد چاد، پس به نام اون نامزد. این نامزد، ببینید واژه های ایرانی چقدر بار دارن. من یه بار فریاد و اینا رو بار نامزد یعنی زد به نام اون. یکی لشکری نامزد، زد به نام اون نامزد کرد چاد، کشید آنگهی تور لشکر برا. پس این لشکرش را انداخت و سوا کرد اونجا نشست. بیامد به تخت کیی برنشست، چون تختشون هم با خودشون میبردن دیگه، تختی داشتن، تخت کیی پادشاهی. در گذشته میبینیم که کسایی بودن، این کیی هم کیی پادشاه، کیی خسرو، پادشاه خسرو، کسرا، همون که عربا بهش گفتن خسرو، کسرا پادشاه. یکی هم کرپنها بودن، که اون کرپنها و کاویها آدمایی بودن که آزار میدادن ولی زورمند بودن. یکی لشکری نامزد کرد شاه، کشید آنگهی تور لشکر به راه. بیامد به تخت کیی برنشست، کمر بر میان بست و بگشاد دست. گمان نمی کنم این کمر بستن رو راضی بکنم، شاید کسانی که تازه آمدن و استاد من و میدونن، با این روی من شاگردی میکنم و میگن این کمر بستن از گذشته های دور در ایران بوده، کسانی که ما نژاده یا آریایی خواندیمشون. این انسان ها دختر و پسرشون به سن پیرامون 15 سالی 15 سالی که میرسه، اینها پیرنی نو میکردن که امروز زرتشتی ها میکنن بهش میان صدره. تنها یه چیزی به نام کرفه، کیسی کرفه گذاشتن، اگر همش گذاشته است کمربندی هم میبستن، کمربسته میشنن برای نو کردن جهان. و هم امروز زرتشتی ها 5 بار اونهایی که نیایش میکنن، که مسلمان های 5 بار از اینا گرفتن، این کمر رو اینو باز اینو در میارن، اینو تنشون میکنن و کمر، نه اینو کمر رو با میکنن و میبندن، این تنشون هست. همه یه روز اینم کمرم 72 بنده، این 72 بند 3 تا 24 تاست که به هم بافته شده، که این 72 تنم از این واژه های ایرانی اینا بردن، 72 تن از این داستان ها در بردن. بیامد به تخت کیی برنشست، کمر بر میان بست و بگشاد دست، گشاد دستی کرد. بزرگان بر او گوهر افشاندن، جهان پاک توران شهش خواندن. پس بهش گفتن توران، پیش از اون بهش نمیگفتن تورو، همون هنگام گفت که زمینا پس از اون بخشید و شد توران. مطلق میگه بزرگان بر او گوهر افشاندن، بزرگان بر او رو سرهم نوشته، بر او، بر او. اینجا امیرکبیر و اینا نوشتن بر او.
اونجا هم که جهان پاک توران جهش خواندن تو مطلق ورده مهان پاک مهان مهان بزرگان مسکو هم میگه که همی پاک توران شهش خواندن اوزان پس چون نوبت به ایرج رسید مرو را پدر شهر ایران گزید. در شاهنامه هم تو که پیش میریم میبینیم این شهر ایران و خود ایران یک جای شهر به چم مرکزیت میده، مرکز میده، یه جای کشور میده. یعنی شما در آینده میبینید که از ایران میرن توی ایران که پایتخت میشه، پایتخت میشه. یعنی رستم رو ببینید که از توی ایران داره میره توی ایران که اونجا پایتخت به کار رفته. پس این واژه های شهر و اینا رو یادتون باشه. خود شهر از خشت را میاد، اوستاییه یعنی یاور شهر، خشت را یعنی شهریار، یاور شهر. پس شاه کسیه که شهر را یاری می کند. اینی که پیشینه داره. مرو را پدر شهر ایران گذرد، هم ایران و هم دشت نیزه بران، که نیزه بران یمن هم توشه، تازیان هم بهشون می گفتیم نیزه بر، اینا نیزه اندازه خوبی بوده، همان تخت شاهی و تاج سران. مسکو میگه هم آن، در یه جایی تخت شاهی و باش کرسی رو بردن که سپس می کنیم. بدو داد کورا سزادی تاج، اون رو هم سزا دید، سزاوار داشتن این تاج میاد. تاج واژه ایرانیه، از تاک میاد، تاک و عربا کردن تاق، ما میگیم تاق ابرو یا تاق خونه، این تاک خونه است. تاج هم از اون میاد، تاج چون در سر میشینه تاجی تاکی عربی شده ولی باز واژه ایرانیه. بدو داد کورا سزا دید تاج، همان تیغ و گرز و همان تخت آج. منطق میگه به چی مطلق میگه؟ به دو داد کورا سزا بود تاج، یعنی اون سزاوار تاج بود در یک نوشته او، همان تیغ و مهر و فران. مسکو هم آورده همان کرسی و مهر و آن تخت آش. ما اون چیز که میگیم صندلی، ما چیزی به نام صندلی نداریم. صندلی یعنی از صندل، از چوب صندل، یه چوب سفتی صندل. ما کرسی میگفتیم و چارپایه. بچه هایی که افغانستان آشنایی دارن باشون مبلا رو بهش میگن چوکی، یک کرسی. هم اکنون این کرسی مونده، ما میگیم 47 کرسی از 250 کرسی برای نمونه راستگران یا چپگران. سران را که بود هوش و فرهنگ و رای، مرو را چه خواندند ایران خدای. پس به اینم گفتن ایران خدای. باز اینو مسکو نیورده، اونا رو آورده توران خدای، ایران خدای رو نیورده. اینه که یه جاهای این دوستان کمونیست توال زدن نام ایران خدای و اینا که میان نشستن هر سه به شادی و به آرام و شاد، چنان مرزبانان خسرو نژاد. پس خسرو نژاد شاهزاده مرزبانن، پادشاه مرزبانه، پادشاه بار رو دوششه، مرزبانه، هیچ پادشاهی نمیخواد مرزش رو از دست بده، چون شهریار، یار شهر. این واژه ها جابجا میشه، شهریار، یار شهر. فریاد من یه بار باز کردم، فریاد بگی به فریاد من برس، یعنی یاد فر من باش. هر انسان یه فری داره، فر پادشاهی داریم، فر موبدی داریم، فر پهلوانی داریم، فر انسانی داریم، فر دهقانی داریم، همه اینا رو داریم. پس این بخش رو من اینجا به پایان میبرم، سخنمون به پایان میرسه برای این دوره. دوستان اگر که بانو هست پرسشی در میان باشه، من نخست میخوام از پیر دیر استاد کیانزاد بپرسم اگر فرمایش و راهنمایی دارن ایشون راهنمایی بکنن. جناب پرجاونده بسیار خوش آمدند، من ندیده بودم شما. اگر بانو مدیریت بفرمایید، استاد کیانزاد نخست با کلانتری شما و جناب هوشنگ، کاپیتان هوشنگ، شما نشست پایانی مونه. شما حتی ببخشید بانوان که نگفتم نخست بانوان، چون این کلانترا باید بمونه تو سرمون. جناب پاکزاد راهنمایی بفرمایید، بسیار سپاس می‌گذارم. سپاس استاد از سخنان شیوا و این شاهنامه خوانی شیوای شما، و سپاسی ویژه به خاطر تمام ترم که زحمت کشیدین، مهربانی کردین و ما شاگردان رو بیشتر آموختین. سپاس. و رشته سخن رو به بزرگان
امروز به ویژه بزرگان بزرگ تازه واردمون آقای کیانزاد. و پس از آقای کیانزاد اگر که آقای کپترمون سخنی دارن که خوشحال میشین، سپس میریم سراغ آقای مهران که شماره زدن. اگرم کسی پرسشی داره مهر کنه شماره یک رو بزنه که به نوبت بفرمایین آقای کیانزاد. بله، مهربانو ایراندخت، درود بر شما، درود بر دوستان گرامی. اینکه من کمی دیر آمدم به خاطر اینکه بعد جناب رویدل بیان داشتم پیش از این نشست که ما هم نشست سازمان برون‌مرزی در واقع اسپانیرانیس رو هر در ماه دو بار داریم و پس از آن هم ساعت 19 در واقع این برنامه سیاسی رو ساعت 19 داریم که امشب هم جناب رویدل گرامی هم شرکت خواهند کرد. امیدواریم دوستان دیگه هم که دعوت شدن شرکت بکنن در رابطه با مسائل سیاسی که پیش روی ما قرار داره. و روی من بسیار سخنان شیوای سفر رویدل، استاد رویدل، بار نخستین بود که به نشست شما آمدم و کوشش بر این خواهم داشت به عنوان یک شاگرد در نشست‌های آینده بتوانم شرکت بکنم و بیاموزم. من خب همیشه اشاره بر این دارم که نزدیک بله 7 هست که تو کار سیاسی هستم و در رابطه شک نیستی پانیرانیست توجه به فرهنگ ملی هزارهی تاریخ زندگی خودش داره، اگر جز این باشه که نمیتونه یه پانیرانیست باشه. بنابراین ولی من فکر میکنم که در این نشست های شما به مانند یک شاگرد خواهم آموخت و بنابراین امیدوارم که از اینکه دعوت جناب رویدل ما در پاریس بودیم، فکر میکنم الان باز هم نزدیک 3 هفته شد، زمان خیلی زود میگذره، در پاریس بودیم. پس از سالها ایشون رو بار دیگر دیدم و بسیار شادمان هستم ما بتونیم این نشست ها در این نشست ها و نشست های دیگری که بر روی برای آزادی میهنمون ملت ایران در پیش داریم بتونیم دست در دست یک دیگر بگذاریم و کمک بکنیم تا اینکه بتونیم بار دیگر گام بر میهن عزیزمون ایران زمین بشویم و یه دوران دیگری از تاریخ ملت ایران رو، مردم ایران رو آغاز بکنیم. بنابراین بسیار سپاسگزارم و در پیش دوستان گرامی هستم. من تمام. سپاس جناب آقای کیانزاد گرامی و رشته سخن رو به جناب آقای هوشنگ فخریزاده. کاپیتان آغاز کنه. میخوام از کوچکتر نوازی سرور ارجمندم جناب دکتر کیانزاد بسیار سپاسگزاری کردیم. شما جوانتر نوازی کردید، بسیار سپاسگزارم. آقای کاپیتان شما خاموشه، میکروفونتون خاموشه نازنین. خاموش کردم. باز شد. ولی واقعا فعلا گوش میکنم، چیز خاصی برای گفتن نداشتم، داوطلبم نشدم. اینقدر شما زیبا و نمیدونم به
پرمایه صحبت میکنه که آدم چیز میشه، یه حالت شادی نشاد نمیدونم یه چیزی بهش دست میده و من حیفم میاد چرا این تمام سالهایی که اینجا بودم، حالا خب ایران یه کاری دیگه میکردم که وقت نبود، ولی این سالهایی که اینجا بودم از این مکتب استفاده نکردم، یا از طریق خوندن یا از طریق آقای جناب قویدل که سالهاست میشناسم ایشون، ولی خب شوربختانه هیچ وقت این شانس رو نداشتم. الان این شانس به من دادیم از ثانیه ثانیهش استفاده میکنم و یه سری کتابم گرفتم که اونا رو هم میخونم در جواب.